اعلام همبستگی دو تن از فرماندهان ارتش آزادی سوریه با خواهران و برادران مجاهد اعتصابی در لیبرتی. ما با جنبش مجاهدین خلق اعلام همبستگی می‌کنیم و با آنها در یک جبهه هستیم. بشار اسد سوریه را نابود کرده و مالکی نیز تا جای پای او گذاشته و دست به کشتار میهمانان عراق در اشرف و لیبرتی زده. صبر کنید و ثابت قدم باشید و ظلم و ستم این جنایتکاران نهراسید. سرنوشت محکوم این جنایتکاران زباله‌دان تاریخ است. نحن الان مع احد المرابطين من القاده الميدانيين للجيش ما همكنون در کنار یکی از فرماندهان صحنه ارتش آزاد سوریه در منطقه جبل الزاوية هستیم لمقاتله اخواننا المجاهدين من ثوار خلق. ما به عنوان برادران سوری با برادران مجاهدمان در جنبش مجاهدین خلق اعلام همبستگی میکنیم. ما با آنها در مبارزه با خطری که مالکی و اطرافیانش آن را نمایندگی میکنند در یک جبهه هستیم و در آینده هم با تمام توان با آنها همراهی و همگامی خواهیم کرد و از خدا هم میخواهیم که ما و آنها را بر این دیکتاتورها پیروز گرداند. فنحن وإياهم في صف واحد في قتال في قتال هذا الخطر الذي يمثله المالكي وأعوانه من الشيعة وما هنالك. فنحن وإياهم إن شاء الله في ونحن أيضا مع أحد المرابطين من الثوار السوريين في جبل الزمان. وما همچنين اكنون در کنار یکی از انقلابیان سوری هستیم که در مورد زندانیان و گروگانهای مجاهد خلق صحبت میکنند. ما خواهان آزادی هفت گروگان اشرفی از زندان‌های مالکی جنایتکار هستیم و به اعتصاب قضاکنندگان می‌گوییم صبر کنید و صبور باشید که انشاءالله پیروزی نزدیک است. تزعم كل من بشار الاسد و مالکی العراق. بشار اسد و مالکی با جنایت‌هایشان ملت‌های منطقه را کشتار می‌کنند. ما و همه جهان می‌بینیم که چگونه این رژیم در همکاری و اتحاد کامل با این باندهای جنایتکار است، در حالی که این دستگاه‌های جنایت پیشه نه حتی حکومت معمول بلکه دار و دسته‌های قاتل و جنایتکار هستند. بشار اسد سوریه را نابود کرده و مالکی نیز پا جای پای او گذاشته است. ما دیدیم که چگونه مالکی جنایت پیشه دست به کشتار میهمانان عراق در کمپ‌های اشرف و لیبرتی زد و چگونه ساکنان قرارگاه اشرف را به قتل رساند و به وحشیانه ترین و زشت‌ترین شیوه ها آنها را اعدام کرد، شیوه هایی که امکان وصف یا بیان آنها نیست. از اینجا تحسن کنندگان و اعتصاب قضا کنندگان در کمپ لیبرتی را به صبر دعوت می کنم و می گویم هر چقدر که ظلم به اوج برسد و شب تیره به نهایت تاریکی برسد پیروزی نزدیک است، همچنان که تاریک ترین زمان شب نقطه قبل از طلوع صبح است. و می گویم که صبر کنید و ثابت قدم باشید و از ظلم و ستم این جنایتکاران نهراسید. سرنوشت محکوم این جنایتکاران زباله‌دان تاریخ است. به زودی زود المعتصمین و المدربین عن الطعام في كل المخيم اشرف ومخيم ليبرتي ندعوهم للصبر والتصابر فان النصر قريب. مهما اشتد الظلم ومهما اشتد ظلام الليل يكون اشد الليل ظلمه عند غروب الفجر. فنقول لهم بان يصبروا وان يبقوا ثابتين ولا يخيفهم بطش هؤلاء المجرمين، لان المجرمين زائرون الى مزارع التاريخ قريبا وحديثا. يعني حقيقه بالامس